باهات کار دارم. برمیگردم. درباره اختره. اون روز توی بیمارستان گفتی قیاس با من. گفتم قیاس با من که نیاد سمت زندگی خودت و شوهرت. به خاطر منم شده تحمل کنه. برو سر خونه زندگی. به مام سر بزن. زنت اینجا معذبه. من بابا تو از زندون میارم بیرون. مگه دیشب زنگ نزدی همینجا صبح بیام پیشه؟ جای تو بهادر اومد. مگه قرار کیف عزایی بزنی؟ بی خیال بابا. یعنی چی بی خیال؟ پس اون شب زنگ زدی؟ زنگ زدم گفتم اگه دیاش توپله قبول. خب الان توپله دیگه. خب ولی دوزیه. فقط بگو آره. بگم آره که عزایی بزنی؟ بهادر گفت سلیم بزنیم. صاحبکار آهی. چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که سلمان آزاد میشه. زندگی آوا تعمیم میشه. آهی دیگه دوز نمیشه. زندگی خواهرزادش هم به هم نمیخوره. مادرشون هم دق نمیکنه. جانم الان میریم پیش من سنا. ببخشید زنگ زده بود این اختر نمازن بیتابه، بچهش آوردم ببینه. اجازه بدید بپرسم. بچه اختر نمازن آوردم. دوام نیاورد. چی؟ باید تازه وارد که مواد همراهش بوده چپیدن تو اتاق که مواد بکشن. این با اون میرفته. سلام.
کنین. نکشیدم مامان نکشیدم مامان بزرگه، تا دمش رفتم ولی نکشیدم. قبول که آبا نذاشت، ولی مهم نکشیدن دیگه، مگه نه؟ ناامید شدی، ناامیدی جنبیده واسه لغزش، ناامید شدی. یه خورده فقط ترسید، فقط ترس. قول و قرارمون سر جاشه، در و خونه هنوز برون بازه، سراغمو نگرفته.
سلام. سلام. بیا بابا. بیا قول برم. کجا بودی مامان تاره؟ پیش اختر. جلو مسافه خونه زنگ زدم به موبایلش خاموش بود. کی؟ اختر دیگه. وسایلشو گرفتن گذاشتن توی کمد. شب که بیدار میشه تشنه شه، دوست داره شیر بخوره. اختر کجاست؟ کلینیک رفته بخوابه ترک کنه. بعد شما الان بعد به من بگی؟ بعد از زوری خواستم بهت بگم گذاشتی رفتی. دیروز خوابوندمش. الان با آبا پیش اختر بودیم؟ بچه منو توی همچین محیط هایی میبریم؟ همچین محیط عجیبی نیست، یه محیط درمانیه. راضی نیستم که ترک کنه، که سالم بشه. اون درست بشو نیست، آوا رو نمیخواد. اتفاقا آوا کمکش کرد. کمک؟ ببین من خستم، میخوام بخوابم. اگه یه حرفی داریم بریم بیرون بذاریم که این بچه بیدار نشه. حرف دارم. الان ساعت 2:30 شب، بچه من چه کمکی به اختر میتونه بکنه؟ نه چه کمکی میتونه بکنه؟ ببخشید. از کلینیک زنگ زدن گفتن نارومه، آوا رو بردم ببینه. برای یه گوشه خزیده بود مواد بکشه. آواره که دید مواد ها انداخت زمین. بچه منو بود این کنار مواد؟ بچه گیات یادته؟ بشین بشین بشین. جاهای بعدی که بردمت کجاها بود؟ هیچ جا. پس من همون طاهرم. نه حرف من الان اختره. اختر انتخاب خودت بود. دندون لق رو میکردم ازمش دور. لق بود نمیخوابی ترک کنه. حرف دارم مامان طاهره، حرف دارم. دلخورم، غور دارم، بلند و کوتاه دارم. چجوری بگم که جسارت نباشه؟ رو بکنم به دیوار بگم؟ پشت بکنم بهتون بگم؟ چجوری بگم جسارت نباشه؟ با من حرف دارم. چشم مگه چشه؟ تو چشم نگاه کن، حرفتو بزن. بابا چشش به شما رفته. خب حالا گفتی حرف داری. ما اونطور جسارتن تو ماجرای من اختر دخالت نکنیم.
جسارتم یه زن معتاد آوردی گذاشتی گوشه دلم، یه بچه یه معصوم دور افتاده از پدر و مادر گذاشتی اون بر دلم، جسارتم مجبورم که دخالت کنم. من که این گوشه نشسته بودم واسه خودم این چند سبای آخر زندگیمو داشتم نون و ماستمو میخوردم. شما زورت زیاده، حرفت گلابه، پیش خدا هم کار درسته، ولی دخالت نکن. من گردنم از مو نازک‌تره، زبونم الکنه، پیش خدا الله علم نمیدونم وضعیتم چیه، ولی دخالت میکنم. من اختر رو نمیخوام. چرا باشه ازدواج کردی؟ چرا ازش بچه دار شدی؟ اشتباه بود. این بچه معصوم اشتباهه؟ گیریم که اشتباهه، تو اونش آوا باید بده؟ برفض بده. پس فردا که بزرگ شد نمیگه به مامانم فرصت دادی یا نه؟ نمیگه به من فرصت زندگی دادی که به مادر نمونم؟ تو اصلا برای زندگی و آتیه این بچه چه کار کردی ها؟ چه کار کردی؟ غیر از این که میخوای بی مادرش بکنی کار دیگه یا میخوای بکنی؟ شما پیشنهادی داری؟ رضایت بده سرمان امیرعلی آزاد بشه. آزادی این یارو میشه آینده آوا؟ میشه درس برای آوا، درس گذشت. بعد این درس شکمش هم سیر میکنه؟ پول دانشگاه میشه واسش؟ خونه میشه واسش؟ جهاز میشه؟ نه نمیشه. واسه همین در خونه رو روی بهادر باز کردم، واسه همین حرف رسید به پول. پول چی؟ مامان تاره ببخش که نون خورت شدم، ببخش که یواشکی پول میذاری تو جیبم که بهم بر نخوره، ببخش که چهار فصل آقا رو شما لباس پوشش کردی، ببخش که بچگی تا الان لنگر انداختم رو دوشت واسم اینجا تا ژاپن و فلان رو دویدی. این چند سبای آخرم رو میشه با هم قهر کنی؟ میشه دست آقا رو بذاری تو دستم برم گم و گوشم فکر کنم؟ میشه هر موقع داشتن چونه بیست آقا هم میبستن اون وقت به آقا رو تحمیل بگیری هرچی واسهش گذاشته بودم بیست سال جواب خرج آیندش کنی؟ بیست سال و جواب خرج آیندش کنم؟ میشه؟ میشه بری پیش آوا بخوابی؟ میبرمش بالا که شما راحت استراحت کنی. آبا غیر از شیر قسم دوست داره، بلدی برش قصه تعریف کنی؟ یه چوپون بود، هر سه روزی رفعه یه بره برای گرگ دهاتشون میبرد تا به بره های دیگه نزنه. انقدر این کارو تکرار کرد که دیگه نه بره ای موند و نه گوسفندی که چوپونشون بشه. گرگم که دید نه از بره خبری هست نه از گوسفند، زد به خونه و زن و بچه چوپون. چوپونه دیده چه کاری کرده که وای نساده، ولی دیگه دیر شده بود. گرگ پشت در خونش بود. حالا من اون چوپونم، بره نمیدم که بعدن بزنه به خونه زندگی، اصلا وای نمیستم تا گرگه بیاد، خودم میرم سراغش. مامان تاره درو چرا بستیم؟ درو باز کنیم. مامان تاره
ببخشید شب چشم خوب نمیبینه، یه آدرس هست اینجا جلوش نوشته منزل آقا ولی. خدا بیامرز. دستش میده برفرض یه سوتی داده باشم، برفرضا آقای گوشم رو بگیری. چرا تو سرما نشستی؟ چجوری؟ چی چجوری؟ چجوری میخوای پدر آهی رو از زندان در بیاری؟ جواب میدی یا جوابت کنم؟ ما یه چیزی گفتیم آبجی، حال داری ها؟ تازه پشت لب سبز شده بود یه آقای اومد پول آقا ولی رو برد و خورد. تو گفتی من میرم و با پول آقا ولی بر میگردم. رفتی و با پولم برگشتی، اما به 2 ساعت نرسیده طرف با پلیس اومد و تمام پول آقا ولی شد دیه یه دماغ شکسته. 2 سال بعد توی مشهد یه موتوری اومد پای حاله رو زیر گرفت و فرار کرد. من و باباش و پلیس نفس بریده دنبال موتوری نتونستیم پیداش کنیم، اما تو رفتی و پیداش کردی. یک ماه تو بیمارستان روبروی اتاق حاله موتوری هم بستری شد. حاله از بیمارستان مرخص شد، موتوری طول درمان داشت. ما برگشتیم تهران، موتوری هنوز طول درمان داشت. آقا ولی بدبخت با گردن کج موند مشهد برای راستوریز کردن کارا. شعبه دوم قنادی رو آقا ولی میخواست اجاره کنه، هرچی رفت و گفت و پیشنهاد داد صاحب مغازه راضی نشد، گفت کار کاسبی خودم سکه است. حالا خانومم بغض کرد و گفت الا بلا من همین مغازه رو میخوام. شما وقتی بغض حاله رو دیدی گفتی دایی جان من میرم راضیش میکنم، مغازه دارت میکنم. رفتی رازیشم کردی، حالا خانم مغازه دار شد. اما چه جوری؟ 1 هفته اون شیشه مغازه رو مینداخت و میشکنی، اون مینداخت و میشکنی، تا اینکه مرد بدبخت برید رضایت داد، مغازه رو اجاره داد، اما گفت خیر نبینید. که خیر ندیدیم. ما چه میدونستیم که تو چطوری رازیش کردی؟ حالا باور کنم که تو همین جوری الکی یه چیزی گفتی؟ باور کنم که بعدش سیل و طوفان نمیاد؟ باور کنم که شکایت و پلیس و بدبختی نمیاد؟ همه این ستایی که تعریف کردی بابت کی بوده؟ اوباش بودن من یا بابت خانواده‌ام؟ بابا نمیخوام، من آزادی سلمانو نمیخوام، من بدبختی و گرفتاری نمیخوام. گرفتاری حال روز توه، گرفتاری آرام بخشاییه که این اسمارتیز میندازی بالا، گرفتاری چش بف کرده حاله است، گرفتاری من همه اینا رو به جون میخرم. من اینا رو به جون نمیخرم، گرفتاری هم برات درست نمیکنم، سلمان رو آزاد میکنم، همه چی رو برات گل و بلبل میکنم. تا 5000 به دردت خورده باشم. همینجا همینجا شب عروسی برگشتی گفتی برای زندگی آله دست بده، پا بده، جون بده. از راه درستش دردت به جونم. این راه درستو کی می نویسه؟ قیاس؟ این که اموراتمون بیفته دست قیاس؟ سلام. سلام.
میخوام جلوی خواهرت باهات حرف بزنم. سلام. امشب سفره ما پهنه دیه. تو امروز تو خونه با قیاس دعوا کردی؟ حتما قیاس به پر و پاش پیچیده. حرفم دعوا نیست. تو خونه تو با قیاس دعوا کردی. قرار مدارتون سر دیه ی آقا ولی چی بود که قیاس برمیگرده به من میگه هرچی پول هست صرف آینده آوا بکن؟ من میرم کپ مرگم رو بذارم، اگر نه این سفره جمع شدنی نیست. تو اینجوری میخواستی که سالمان از زندان آزاد کنی؟ چجوری میخوای پول دیگر رو جور کنی؟ حرف منم همینه. چجوری میخوای پول رو بدی؟ گرفتاری که میگم همینه. چجوری میخوای پول دیگر رو جور کنی؟ با پول کی؟ با پول چی؟ از کجا سر پیاز؟ از کجا ته پیاز؟ تو اصلا سر پیاز یا ته پیاز؟ جوابمو ندادی؟ یه وام جور شده، یه میلیارد. واسه یه وام ازدواج مردم دو سال میرن میان، اون وقت تو یه میلیارد. نیومدم اینجا دروغ بشتفم، نیومدم دروغ بشتفم. با اجازه، سلام. این یک میلیارد دیه از کجا فراهم میشه؟ از راه دزدی نه، از راه ناسباب نه. من پیرتر از اونم که بتونم این چیزا رو تحمل کنم. جوابمو بده. من هیچی نمیدونم. باور کنم دختر آقا ولی. باور کنم. سلام خانم. سلام. شما یک میلیارد میخوای دیه بدی؟ برات تورم گذاشتن رو قانون خدا؟ از کجا؟ یا نا کجا؟ بابامو تا حالا دیدی شما؟ ریش سفید، موی سفید، روسیایی آخر عمر. اگه شما جا بابام بودی، موی سفید، روسیایی آخر عمر، قیاست به ناکجا آباد نمیزد تا روزو سفید کنه، از بند خلاصت کنه. چرا؟ میکرد؟ پس ازم نپرس از کجا را کجا. ازم بپرس اون وقت واسش هورا میکشیدم یا نفرینش میکردم.
روی سفید با سوغات ناکجا آباد. از بابات پرسیدی قبول میکنه با سوغات ناکجا آباد آزاد بشه؟ قبول میکنه؟ نه قبول نمیکنه. این همه پول از کجا میخواین بیارین؟ کی به شما گفته این همه پول؟ این دروغی که درباره بام گفت و قبول نداری که؟ ندارم. پس موافق دروغ و خطا نیستی؟ من موافق هر چیزی هم که قانونی باشه. خب پس برو به دختر و داماد سخت بگیر، منم به قیاس. دوری من و شما اشتباه بوده این همه سال. دودش به چش بچه هامون رفت. دست خودم نیست. همیشه بهتون احترام قائلم. آبجی به این بگو بعد نگه بعد میشنوا. بحثو به مامان نرسونید. بچرخیم تو تلون. چرخ چی؟ آخه وقت آشنایی کم داشتم باش. تو صدات مهر نیست آهی جان. بگیر عزیزم بیا بریم، با تو کار دارم. یه کاری یکی دو ساعته دارم، بعدش میرم شیراز. دلم تون تون برات تنگ میشه، هم برای تو هم برای لادن. دیروز تو ثبت احوال به ثبت احوالیه گفتم، نه اینکه لادن اسم بدی باشه، باحاله، ولی اسم بچه بعدیمونو من انتخاب میکنم. ثبت احوالیه چی گفت؟ گفت شناسنامه پس فردا حاضره. نه راجب این که اسم بچه بعدی رو تو انتخاب میکنی میپرسم. آها، گفت عمرن حرف حرف مادر بچه است. فکر میکنم راست گفتش. دلم ناآرومه آی، یه چیزی بگو آروم شه. گفتم وقتی نیستم چی بشماری؟ گفتی بشمار آهی مردته، بشمار آهی وفادارته، بشمار آهی عاشقته، بشمار شمردنم نمیاد آهی،
دلم شور میزنه. شور چی؟ روزای پیش رو. اینو ببین قشنگه، به نظر اصل میاد ولی بدله. میشه تو باشه واسه چی؟ واسه روزه پیش رو. این کمکی میکنه به روزای پیش رو؟ نظر داریم به سلیم نزدیک شه. گفتی بریم تهران رو بچرخیم ها؟ منو ببر پیش قیاس. بله رسیدی ماما؟ آره چی شده؟ قیاس با آبا اومد خونه، گفت آبا پیشتون باشه تا برگردم. پشتبندش رفتم پایین دیدم با دو تا جوون رفت، فکر کنم یکیش برادر زن آقا ولی. اومده جواهر بذاره دو دستم سر آقاش. شیطون هم با این قیاس رفاقت نمیکنه. باید بری بهادر، باید بری. خیلی بد بود حرف میزنم. بهادر کجاست؟ بیا سوهی و هم بر کن. چهارشنبه جلو دادگستری من کیف جواهر رو دست هم خود کار به دست واسه امضای رضایت نامه. آهی بر نگشته، نه خودش نه جواهراش. اسم بچه من وسط دایره. دیشب ستایی کجا بودی؟